بسم الله الرحمن الرحیم. بدین وسیله به اطلاع بینندگان محترم میرسانیم که موضوعات مطرح شده در سلسله جلسات علمی در شبهای ماه مبارک رمضان توسط حضرت آیت الله العظما سید صادق شیرازی صرفاً جنبه علمی دارد و در جهت نقد و بررسی مسائل فقهی میباشد، لذا نظرات مطرح شده به عنوان فتوا و دیدگاه ایشان تلقی نمیشود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ایشون میفرمان حرمت بیع و شرای ادوات موسیقی، در عربی موسیقا بهش میگه، در عدم فصیح هم کسایی که موسیقا زن حسن الموسیقار میگن. شما فرمان حرمتش چیه؟ عرض کنم حرمتش حرمت شرعیه، اعتبار شرعیه. شارع حرام فرموده و ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، این روایتی که با حرفای علمی که درش هست به نتیجه مورد استناد فقها شده برای حکم الزامی در مواردی که لولا این استناد اصل اولی حرمت نبود. میشه خرید و فروشش حرام، وقت اگر خرید و فروشش حرام شد، وقت آیا تزیین بهش، یعنی کسی میخره نمیخواد استفاده حرام بکنه، میخواد توی ویترین بذاره، توی جام آینه بذاره برای زینت، یا اینکه به دیوار میچسبونه برای زینت، این خودش حرامه، مگر موضوع عرفاً عوض بشه. مثل قمار میمونه که اگه موضوع عوض شد، در غیر موارد قماری که نص خاص داره، مثل 14 و مثل این چیزایی که نص خاص داره که مقتضای اطلاقش اینه، حتی اگر لعب بهش برای برد و باخت نباشه، غیر اون مواردی که نص داره و اطلاق داره، اگه موضوع قمار رفت از بین خلاص میشه. حالا اگر علی الفرض موضوع عوض شد، احسن حکم تابع موضوع، حکم بالنسبه به موضوع مثل معلول بالنسبه به علت. حالا هنا علت تکوینی و معلول تکوینی، علت و معلول اعتباری.
شارع این را علت قرار داده و حکمش هم حرمته. اگر موضوع عوض شد حکم عوض میشه، مگه در جاهایی که حکم روی عین رفته باشه نه روی عین به وصف خاص که اون وصف عوض بشه. قاعدش ظاهرا اینه. بیع و شراش قبل اکل مال به باطل، همون که فرمودید، ادوات موسیقی اینا به عشراش حرام نیست. ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. چرا موسیقی حرام؟ اداتش وسیله شه دیگه. هم به ذات به وسیله اینه دیگه. میدونم فعل مکلف به این وسیله است. صنم حرام نیست به عشراش، با اینکه عبادتش اون مقصوده. صنم، صلیب، چرا؟ خواهی نمامونو میگید نه، یعنی هرچی در صنم و صلیب میگید، چون صنم خودش چه خصوصیت داره؟ عبادتش حرامه. صلیب خب اون بحث دیگه است. حالا قبل از مسئله حالا صنم رو بخرن تو ویترین بذارن جایزه؟ ان الله اذا حرم موزه ها، موزه های شرعی که نی. خرید و فروشش بکنن. نه نه، شما قبل از این بفرمایید که خود صنم که یعبد من دون الله، این خرید و فروشش حرام من غیر نظر الى العباده من دون الله. این اینجا بگید، اینجا را حرف بیارید، یعنی این ریشه است. صلیب مثلا شرک نی. بله، شیخ و آقایون میگن اگه یه مش صلیب یه جایی هست، یک کسی میخواد بخره بسوزونه هیزم، این یه بحثیه که بعضی گفتن حرامه، بعضی گفتن نه این حرام نیست. امین. همون را یه عده گفتن باز حرومه. ببینید مکاسب دارن، مکاسب و شروعش. خلاصه قاعدش اینه، ما اگر این ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، همین جوری که استناد مشهور بهش شده، عرض کردم گرچه بحث علمی سندی داره خود این روایت، اما بنابر این استناد مشهور و اینکه استناد مشهور موجب اعتبار خواهد بود، که ما اینکه خود مشهور این را اعتماد کردن،
اگه این شد وقت به اطلاقش میشه تمسک کرد هر جایی که بله موضوع اگه عوض شد آره اگه موضوع عوض شد حکم عوض میشه اما تا باید محرز بشه که موضوع عوض شده نه اینکه شک کنیم موضوع عوض شده یا نه بله بعد ابزارم مشترک شد ابزار مشترک شد ابزار مشترک بله درست حرف درست اما بنابر این دو تا بله بنابر این دو فرض یکی این که ما موسیقی حلال داریم و موسیقی حرام اگر بگیم این را که این محل خلافه میدونید یه عده تصریح کردن نوشتن موسیقی مطلقا حرام است با کلمه مطلقا حتی از من عاصرناهم بعضی هم فرمودن نه موسیقی فرق میکنه بعضی قسمش حلاله بعضی قسمش یعنی اگر مناسب با مجالس طرب و لهو نباشه اون گفتن اشکال نداره حلال بعضی فرمودن این را اما خب از نظر علمی به نظر میرسه اونم اشکال داره همجور که بعضی ها فرمودن وقت اگر همینجور که شما میفرمایید اگه گفتیم موسیقی دو قسمه یعنی رو اون مبنا یکی حلال یکی حرام میشه مشترک وقتی که مشترک شد مثل چاقو میمونه که مشترکه باهاش آدم میکشن باهاش گوسفند هم ذبح میکنن وقت این مشترک اگه شد فی نفسه دیگه خرید و فروشش اشکال نداره موسیقی کلمه عربی نیست اینجور که نوشتن موسیقی اصلش موزیکه و این تعریب شده به موسیقا عربا ایرانی هم همون تعریب را موسیقی تعبیر میکنن ازش این از باب این که مصداقی از مصادیق غناست حسب تعریف های که برای غنا شده که مرحوم شیخ تو مکاسب تعریف های مختلفی نقل کردن نظرهای فقها ها مختلف درش به نظر میرسه از نظر علمی هر چیزی که عرف اونی که اهل خبرشه ما اهل خبره غنا نیستیم بلد نیستیم چی غناست چی غنا نیست مکرر از من گاهی میپرسن من نمیدونم موضوع من نمیدونم بلد نیستم اونایی که اهل خبرش هستن اگه به این میگن غنا عربی میگن یه غنی داره تغنی میکنه این موضوع برای حکم به حرمت اگه نه وقت موسیقا یا موسیقی گفتن یکی از مصادیق همین خواهد بود لذا غالبا فقها اونایی که من دیدم چون تو کلمات قبل نیست چون این کلمه نیست اصلا بله از آلات میاد بیرون بله بله بله. غنا خودش با حنجره است با زبونه یعنی با زبون و حنجره است و حالا اصلش چی عرض کردم اونی که عرف بهش میگه عرف اهل خبره بهش میگه غنا این موضوع برای حکم این که حالا ترجیح صوت ترجیح
اون صوتیست که مناسب مجالس ده و دعیبه که شما فرمودین که کارشناساش متوجه میشن. بله بله. من عرضم این بود که حالا اگر ما گفتیم قنا طبق تعلیم مشهور اون صوتی که به نحو خونده بشه به هر منهج و مجموع که مناسب مجالس ده و دعیب بشه، این حالت مناسب مجالس ده و دعیب در طول زمان فرق یعنی تقریبا مردم چون الان عادت کردن این موسیقی یا شنیدن و خوندن و این آواز ها، اونه که مثلا 50 سال قبل مختص مجالس ده و دعیب بوده حالا ممکنه خیلی عمومی باشه، مجالس ده و دعیب ذات و البته نباشه، عمومی تر باشه، مجالس مؤمنین رو هم شامل باشه، الان عمومی شده است. خب حالا ما چرا این تفسیر رو بکنیم تا گرفتار این بشیم؟ بگیم چرا بگیم مجالس لهو و لعب؟ بگیم غنای، غنا یعنی غنا، قمار یعنی چی؟ یعنی قمار. اهل خبرش اینو میگن غنا یا نمیگن؟ عرض کردم نه، من نسبت به مشهور ندادم. اما همین اگر گفتیم که غنا یعنی غنا، اونی که اهل خبرش بهش میگن غنا، یه غنی در این چکا میکنه؟ داره تغنی میکنه. اگر گفتیم اینو دیگه اون وقت این اشکال پیش نمیاد. بله بله بله، اشکال نداره، اشکال نداره. نه نه، غنا غنا عنوان تو ادله، تو مطلقات ما داریم غنا. اگر عرفن یعنی عرف، اونی که اهل خبرشه، اونی که اهل این چیزاست میگه این غنا، سوخ میشه حرام. بله بله نه، بله. اون یه چیز دیگه، بله حالا یک سوال دیگه، یک بله نه خودش بله نه خود شیخ اقوال مختلف نقل کردن، وجوه را گفتن، اشکال کردن، صحبت کردن، عرض شد. اونی که از نظر علمی به نظر میرسه و جماعتی هم قائل شدن، ما احتیاج نداریم به اینکه این تفسیرها رو براش بکنیم. مثل موضوعات دیگه، غنا اونی که غنا شارع فرموده، غنا تو روایات معتبره معمول بها وارد شده، وقت باید ببینیم چی بهش میگن غنا، کی بهش غنا میگه. متدینا که اهلش نیستن، تشخیص نمیدن چی غناست چی غنا نیست. اونی که اهل غنا هست، اهلشه، اگه اون گفت این غناست، موضوع برای حرمت ثابت میشه. بله 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 بله. بله بله نه، صدای ترانه نیست، داره قرآن میخونه
با تغنی یا با صدای خوش بی تغنی متدینه میتونه تمیز بده اهل خبرش اگه تمیز داد اشکال نداره. میگید بعضی ها گفتن خونه خب اگه دو قول شد دیگه اشتباه فایده نداره. یعنی ببینید بحث اینه یه مفهوم داره راسته غنا هر معنی مثل قمار که یه مفهوم داره، اما وقتی غنا یه مفهوم داره وقتی مفهوم رو ماها متدینا بلدش نیستیم، فقها هم اختلاف کردن شدید، لغویین هم اختلاف کردن، از روایات هم برداشت مختلف درش میشه. وقتی میایم سر مصداق، مصداق باز متدینا ممکنه یه چیزی که مسلمن غنا باشه بالاجماع متدینه بفهمه این غناست، اما متدینه همه جا تشخیص نمیده چون اهل خبرش نیست. میگم مثل اهل خبره خمر، آدم های متدین اهل خبره خمر نیستن که چی خمره چی خمر نیست، اونی که اهل خبرشه مصداق و تشخیص میده چیه. قمار همینطور. لهذا اگر یه چیزی اهل خبره گفتن هذا غنا، غنا نه غنا، غنا یعنی مقابل فقر، اگر گفتن قاعدش اینه حکم برش مترتب میشه. اما خب میدونم اهل خبره اگه مصداقش رو گفتن چیکار داریم ما چه لزومی آها خود مرحوم شیخ علی عظمته تو مفهومش گیر کرده. ها صبر کنید پس وقتی که فقیه تو مفهومش گیر کرد وقت تحویل به مصداق میده، مصداق اهل خبر معلوم به تبع در مقام ثبوت، اما در مقام اثبات که به تبع نه. نه حدود مفهوم رو نمیفهمه، نه ما روشنه میدونم، اما ما هیچ کی نگفته مستنبطه، ما موضوع صرف غیر مستنبط. آقا این اگه مستنبط نیست چی این خلاف شدید بین اهل فقها چیه؟ پس معلوم میشه مستنبطه. نه منحصر به این نیست، یا اینکه شارع روایات چند جور گفتن مثل وطن مثل آنیه اینا شارع اصطلاح خاص درست کرده درش، نه، اما چون از ادله مختلف فقها ها برداشت کرده میشه مستنبط. یعنی دست هر کسی، هر عامی، هر شخصی که اهل خبرنی فقیهنی نمیتونه تشخیص مفهوم بده. وقت اگر مصداق را در همین جایی که خلاف در مفهوم هست، در همین جایی مفهوم خامی فقیه میگه نمیدونم من، وقتی مستنبطی است که فقیهش مثل شیخ انصاری منده توش ها، وقت اگه یه مصداقش مسلم شد گیری نداره دیگه، مصداقش رو که تعیین میکنه اون که اهل خبرش. این نظر حضرت عالی درسته. آقا پس این روایات مختلف چیه؟ پس روایات مختلف در غنا چیه؟ پس معلوم میشه به نظر بعضی، البته نه نظر خود من نی، که شارع مداخله کرده در موضوع. حرمت تا اما قناری که آقایان آمدن تعریف کردن همون تعریف لغویشه به مناسبت اون کارهایی که در عرف اون زمان میشده. معمولا قنا یه جاهایی بوده، یه مجالسی بوده که مجالس معصیت هم بوده، یعنی تقریبا اینم مثل شراب که حالت معصیت را
عقل را کم میکردم به سمت معصیت سوق میدادم، ازم بودو شما اینجوری بوده که یک نوع شکری میآورده که به سمت معصیت عقل را سوق میدادم. الان مثلا اگر حالت عوض بشه، همون شادی هم باشه، مطر هم باشه، ابزار هم باشه، اما شکل جنگی باشه. نه، جنگ بحث دیگه است، جنگ بحث دیگه است، استثناست، جنگ استثناست، گیری نداره. نه، از حرمت، از حکم، احساس حکم، یعنی فرمودن، یه عده تصریح کردن به این. حالا میگم ببینید خود آنیه، الان این کلمه تو عراق، تو عربا متعارفه، اوانی، اوانی. وقت ببینید فقها چقدر زحمت کشیدن، چقدر وقت صرف کردن که حدود آنی مفهومن چیه. وقت این میشه موضوع مستنبط. وقتی که مستنبط شد به دست، وقت تو همین عربه و حواشیش ببینید چقدر اختلاف هست درش. آن همین، نه میگم دست عرف داده نمیشه، نه حالا عرف حق نه نه در غنا میگم اینا. به شرطی که میدونم، اما به شرطی که فقیه تعیین کنه، نه فقیه بگه من نمیدونم. خیلی فرق بین صلات و این، اینا موضوعات خارجیه، صلات موضوعیه که شارع خودش جعل کرده، مجعول شرعیه. غنا مجعول شرعی نیست. چی؟ باید الا مجعول شرعی باشه تا مستنبط باشه. آنیه مگه مجعول شرعیه؟ با اینکه مستنبط، نه مستنبط یعنی چون اختلاف درش هست عامی نمیتونه تشخیص بده، باید فقیه تشخیص بده. اما اگه فقیه گفت نمیدونم، من عرض کردم اون چیزی که اهل خبره بهش میگن غنا. بله معلوم، چون فقیه تعیین کرده موضوع را، چون مفهومش شارع فقیه تعیین میکنه. اما وقتی که فقیه گفت من نمیدونم، این شیخ انصاری ببینید تو مکاسه، ها وقت اونی که اهل خبره گفتن این مصداقه، این دیگه گیری نداره، چون شارع گفت حرام. نه فقیه که نمیگه نمیدونم، میگه حدودش رو نمیدونم چیه. ببینید مفهومش را فقیه نمیتونه تعیین کنه به خلاف به جهت اهل خبره میگن این غناست، اهل براعت جاری نمیشه. وقتی شارع تعیین کرده رابطه به اهل خبره نداره. فرض اینه که فقیه میگه نمیدونم، یعنی مفهوم. ببینید آقا فرق بین مفهوم و موضوع، فقیه میگه مفهوم و من نمیتونم چارچوبه براش تعیین کنم، نمیشه این، نمیشه این، نمیشه. مفهوم رابطه به عرف نداره، اون مصداق که رابطه داره، چه فرقی داره؟ یعنی وقت ببینید وقتی که شیخ انصاری میگه مفهوم غنا رو من نمیتونم تعیین کنم، این احتمال داره، این احتمال داره، این اشکال برشه، اون جواب بشه، این ردشه، من نمیتونم یه چارچوبه تعیین کنم که بگم خارج از این غنا نیست، داخل این هرچی هست غناست. وقتی که اینو گفت نسبت
همین وقت میگه اونی که نه اون موضوعی که اهل خبره میگن هادا موضوعون، اینو فقیه نمیگه. نه فقیه زیاد و کمش را نمیتونه تعیین کنه، یعنی مفهوم را فقیه میمونه توش. میگم همین آنیه، آنیه مگه موضوع عرفی نیست؟ شارع فرموده آنیت الذهب والفضه حرامه اکل شرب درش. خب آنیه چیه؟ فقها مختلف صحبت کردن، این عرف و حواشیش. وقتی که تعیین نکرد، اگه عرف یه چیزی را گفت هذه آنیتون اهل خبره، فقیه میگه حرام نیست چون مفهوم تعیین نشده. عرف ها، وقت چون عرف اختلاف شد میشه مستنبط. ببینید فرق بین اجازه بدید، فرق بین مستنبط و موضوع صرف اینه. موضوع صرف اینه که العرف لا یختلف فیه، گرچه در بعضی مصادیقش اختلاف کنه. موضوع مستنبط اینه از اول در مفهومش خلاف هست، ما درش خلاف نیست. وقتی گفتن توضأ بالماء، هیچ کی نمیاد بپرسه ماء یعنی چی. بله ممکنه مياه زاجیه، مياه کبریتیه، اینا محل شک بشه که حالا این ماء به نحو مطلق گفته میشه یا نه. اما وقتی که آنیه، یه لغت یه چیز میگه، یه لغت یه چیز میگه، یه فقیه یه چیز میگه، یه فقیه یه چیز میگه، میشه مستنبط. اصلا مستنبط یعنی چی؟ یعنی چون یا مجهوله یا محل خلاف قرار گرفته. نه نه، اون که موضوع شرعی ماهیات مخترعه است، اشکال نداره. نه نه، این که میگن در موضوعات مستنبطه نمیشه هر کسی خودش یعنی تعیین کنه، باید مراجعه به فقیه بشه. مثال میدنن عربه و دیگران دارن، مثل آنیه، مثل غنا، مثل اینجور چیزا رو مثال میدنن. یعنی موضوعات خارجیهی که به عرف که بدی همه ساده نمیفهمنش. مثل سعید، به عرف بگو خاک میفهمه، به عرف بگو شن میفهمه، به عرف عرب بگو تراب، بگو رمل، اما به عرف عرب بگو سعید میمونه. یعنی فقیه باید از اقوال مختلف، از مصادیق مختلف، از تعبیرهای مختلف برداشت کنه و یه مفهوم تعیین کنه. ولی مستمد به همجه، یعنی لیس موضوعا صرفا یعرف الکل. لهذا ما رفقها تعبیر نمیکنن تو رساله های عملیه، اما سعید تعریف میکنن، آنیه رو تعریف میکنن، غنا رو تعریف میکنن. نه اگه اهل خبره است که بحثی نیست، اگه اهل خبره است بحثی نیست. مثل اینکه یه مریضی خودش هم پزشکی بلده، رفته پیش طبیب، طبیب یه دوایی بهش گفته، این معتقده که این دوا اشتباهه. نه، اما اگه به مجردی گفته اهل خبره خلاص شد. اما یه مقلد، مقلد اگر آخه او خروج موضوعی داره. یعنی وقتی که این مثل این میمونه که یک فقیه یه چیزی را تعیین میکنه، مقلد میفهمه فقیه اشتباه کرده. اصلا تقلید معنا نداره اینجا. عادتا اهل خبرش در پزشکی همینو نمیگید، باید بگیم ما پزشک اون دوایی که تعیین میکنه به شرطی که مریض خودش اهل خبره این نباشه که بفهمه پزشک اشتباه کرده. معلومه این اصلا اهل خبره. لهذا تو رساله های عملیه ظاهرا اکثر فقها نوشتن اگر فقیه یک حکمی کرد و مقلد میدونه این اشتباهه، اصلا جایزه تقلیدشو بکنه. اصلا تقلید در جایی جایزه، چون اماره است، اماره موضوع شکه. اگر یه مقلدی در یه موضوعی خودش اهل خبره شد، نظر فقیه نه فقط حجیت برش نداره، اگر مسئله الزامی باشه جایز الاتباع نیست. عنوان چی؟ موت؟
نه نه متخصصین میگن مرگ مغزی که هست تا داره میاره، میگن این در حکم مرده است، نمیگن مرده. لحاظا میگن گاهی شده برگشته. نه نه او یه بحث دیگه است، او یه بحث دیگه است. نه موت، موت مستنبط نیست حالا در یه مصداقش شک بشه، یه بحث دیگه است. عرض کردم ما مستنبطه، بگید آب، آب مستنبطه در میاه زاجی و کبریتی خلاف کرده. نه یه وقت ببینید یه چیزی در اصلش اختلافه، یه وقت در بعضی مصادیق شک هست، این فرق میکنه. اگه این بشه ما اصلا موضوع صرف اصلا نداریم، چون هر موضوعی بگید آخرش بگید خاک، بگید شن، آخرش یه مصادیقی پیدا میشه که شک میشه که این شنه یا نه. نه موضوع مستنبط و موضوع صرف که در موضوعات مستنبطه مثل احکام تقلید لازمه. روی غنا، اجازه بدید، یه وقت شما فقیهید خودتون باید بحث کنید ببینید چی برداشت میکنید. اگه گیر کردید به اصول عملی تمسک میکنید. یه وقت شما مقلدید، چرا دنبال میگرده؟ آقا ببین، پس معلومه کارشناس نیست که دنبال میگرده، واسه همین میگه کارشناس فقیه. مگه پزشکا کارشناس نیستن که باید دنبال بکنن مطالعه کنن؟ فقط فرق فقیه و غیر فقیه اینه که فقیه وقتی که رجوع به کتب لغت میکنه، رجوع به اشعار میکنه، رجوع به کلمات فصیح میکنه، یه چیزی برداشت میکنه، اما عامی اصلا اهلش نیست، نمیتونه برداشت کنه. گفتن مرحوم میرزا نائینی بعد از یه بحثی عامی اومده بود در جلسه ایشون برای تبرک شرکت کرده بود، چون بعد یه ساعت صحبت فرمودن خلاصه آخرش ما برداشت نکردیم چیزی، نفهمیدیم این مسئله را. اون عامی گفت آقا منم نفهمیدم. میگن میرزا بهش گفت فرقش اینه، من اون چیزهایی که ممکنه ازش فهم برداشت بشه بررسی کردم، اهل خبرش هم بودم، اما نتونستم برداشت کنم، تو اصلا اون چیزها رو حالیت نیست. خلاصه موضوع مستنبط غیر حکم مستنبطه، حکم همش مستنبطه، این الحکم الا لله. اما موضوعاتی که شارع براش حکم قرار داده، گفته این طاهره، این نجسه، این حلاله، این حرامه، این چیه، این موضوع اگر یه موضوعیه که همه میفهمنش، مثل خمس، خمس یعنی 20% همه میفهمن، گرچه در بعضی مصادیق شک بشه، مثل ما همه میفهمن ما آب، یعنی وضو باید با آب گرفت، آب مطلق، گرچه در بعضی مصادیقش ممکنه شک بشه، اما این موضوع مستنبط نمیگن اگر نادر از مصادیق مورد شک باشه. اما موضوع مستنبط اونه که اصلش وقتی که عرضه بکنی به عامه مردم نمیتونه چارچوب براش تعیین کنه. این فقیه میخواد که بررسی بکنه مواردی که ازش استنباط میشه این شیء، مثل آنیه، مثل وطن، اگه بگیم وطن شرطه که یه عده فرمودن، مثل همین چیزهایی که تو فقه مکرر هست. وقت اینو خود عامی نمیتونه بگه این آنیه است، این آنیه نیست، چلو و صافی، چی بهش میگن اینو که آبکش، تو عراق میگفتن فارس، ایرانی ها چلو و صافی، یعنی با چلو صاف میکنن. حالا چلو و صافی اگه از طلا و نقره این آنیه است یا نه، یا به قول مرحوم اصفهان کاظمی یزدی در علوم شطب یعنی چپق، این چپق این آنیه اسمشه؟ اگر از طلا بوده از نقره بود مثلا یه چیزای، اون وقت آنیه رو فقیه از مصادیق، از روایات، از اقوال لغویین، از اینها من حیث المجموع مراجعه میکنه، یه برداشتی میکنه، میگه آنیه یعنی این،
یه جاهایش هم شک میکنه، یه وقت فقیه خودش هم برداشت نمیکنه، وقت میفته تو دنده اصول عملیه. میدونم فقیه میگه، بعضی فقها فرمودن که منم عرض کردم برداشت منم همینه، اون چی که اهل خبره بهش میگن غنا، غنا یعنی بله یه مصادیق شک میشه ازش، یه بحث دیگه است. اما اونی که اهل خبره به این میگن غنا، اون غناست، اون حرامه. اگه اون موضوع اگه در جایی که بالخصوص دلیل خاص نداره، عرض کردم مثل قمار میمونه، اگه دلیل خاص نداشت که به اطلاقش بخوایم تمسک کنیم، هر جا اگه موضوع واقعا عوض شد، نه حالا ادعایی که میگه اینجا موضوع عوضی یا نه، ما حکم رو علی سبیل الاصل موضوع عرض میکنم به اصطلاح آقایون، اگه موضوع راستی عوض شد بله حکم عوض میشه. برداشت نه، موضوع را وقتی که فقیه تعیین کرد، تغییر موضوع دست یعنی خود فقیه باید بگه. بازم این مستنبط و غیر مستنبط داره، وقتی که یه موضوعی عوض شد، تو مثال معروف هست اجلکم الله اجل الله السمعین جمیعا، اگه یه سگ تو شورزار افتاد بعد مدتا این شد نمک، این هم طاهر هم حلاله، تو موضوع عوض شد. این استحاله که میخونه رجوع الجهل الى العالم. چون خود فقیه به همون اهل خبره مراجعه کرده و میگه، نه فقیه اهل خبره خود این که نیست، از اهل خبره جمع میکنه فقیه، فقیه که اهل خبره لغت خودش نیست، مراجعه میکنه. اگر گفتیم مرجع واحد واجب نیست، که تو دنده یه مسئله دیگه میفته، اگر گفتیم اشکال نداره، موضوع چون مستنبطه. اشکال نداره این مثل این میمونه که بگه به یه فقیه دیگه مراجعه میکنم که یه جور دیگه میگه، اگر در تعارض شما تخییر گفتید اشکال نداره. تعارض شرعی به فقیه مراجعه کنم، میدونم موضوعی است که چون مستنبطه باید از اهل خبرش بپرسه، حالا اهل خبرش خود فقیه باشه یا کسی دیگه فرق نمیکنه، چه اشکال داره؟ فقط یه اشکال هست اینجا، و اون اگه دو تا اهل خبره تعارض کردن، میگید تساقط یا میگید تخییر، چون به نتیجه اگه این فقیه به نتیجه نسبت به موضوع فقیه اهل خبره است، اگر تعیین کرد و موضوع را تعیین کرد، چون موضوع حکم برش مترتب شده، اگر یه اهل خبره دیگه که فقیه نیست اما اهل خبره این شیئه، اون با قول فقیه تعارض کرد، میشه تعارض دو تا خبیر، مثل دو تا فقیه که در حکم یا در یه موضوع مستنبط تعارض کنن. معلوم این درست، این حد درست، یعنی جاها فرق نه جاها فرق میکنه، نه موضوع حکم شرع نه ببینید
ببینید گاهی استنباط گاهی تنها از لغت است، گاهی استنباط موضوع تنها از روایات مختلف است، گاهی استنباط موضوع تنها از مصادیق مختلفه که تو شعر و نثر و اینا اومده، گاهی از مجموعه ایناست. همش یه وقت نی، گاهی فقط لغته، یعنی خود فقیه هم گاهی گاهی همون فقیه هم رجوع به لغت میکنه به نتیجه. میدونم اگه من آقا مگه فقیه تخصصش احکام نیست و گاهی در احکام میمونه؟ این میمونه دلیل نیست که اهل خبره نی. فقیه از کجا به دست میاره؟ مختلفه، هم نظرهای فقها ها مختلفه. یه فقیه میگه مثل شیخ انصاری توی نفق توی اصول میگن اگه تعارض کردن تخییر هست، خود ایشون یه جایی در تعادل و تراجح دارن در اینجور میگه. یه فقیه میگه نه اگه تعارض کرد تساقط میکنه، ما باید رجوع به اصول عملیه کنیم. یعنی یه چیز خاص نی، مستنبط یعنی مقابل صرف. موضوع صرف اونه که همگانیه، عادتا غالبا، حالا اینم قید میکنم که نقض به یک مصادیق نادره نشه، همگانیه. من یه جایی رفتم یه وقت تو عراق سر یه قصه، یه جایی بود گفتن اینجا این آب کبریته، رفتم به طرف چشمه کبریت گوگرد، یه آب از شاید 20 متر 30 متر که بهش برسم هیچی تو چشم پیدا نبود ها، اما فضا گیج کننده بود. نمیدونم آقایون کسی دیدن، من یه بار اینو تو یه جای عراق دیدم. هرچی نزدیک می شدم مثل آدمی که تو گوشش یه صدایی از داخل هست، هیچی پیدا نبود ها، نه رطوبتی نه چیزی، تا رسیدم به اون حوضی که آب کبریت دوش میاه، کبریت تو حوض بود، از چشمه می اومد آب صاف زلال، دست رو شدم آب، صاحب عروه مطرح کرده المیاه کبریتیه، آیا این آب مطلق میشه باش وضو گرفت یا نه؟ خب یه مصادیق یه مورد اختلاف و اشکال ممکنه بشه. خود من این تجربه رو کردم، اطراف اون چشمه از زمین آب قطره قطره بیرون میمد، هزارها در میمد و میرفت به طرف یه رودخونه میریخت. وقتی کسی اینو گفت من خودم تجربهش کردم، یه کوزه که شکسته بود، این گردن کوزه رو گذاشتم رو اینجایی که قطره قطره آب دوش در میمد، یه کبریت زدم به این بالای این گردن کوزه، مثل پرمز روشن شد، تو صحرا روشن نمیشد اما این محصول که شد روشن شد، یعنی با این آب گوگرد بود، صبح روشن شد، آتیش دست روش نمیشد آدم بگیره. وقت آیا این آب باش میشه وضو گرفت، باش میشه غسل کرد که عربه مطرح کرده؟ اصل مستنبط معناش اینه چیزایی که عمومی نیست. چرا عمومی نیست؟ یا چون لغویین درش موضوع حکم شرعیه و لغویین درش خلاف کردن، یا روایات مختلف نقل شده ازش، یا فقها اختلاف برداشت کردن، یا از مصادیق مختلفه، یه جوریه که کار هر کسی نیست که تعیین کنه، بگه وطن چیه، بگه غنا چیه، بگه آنیه چیه، وقت میشه موضوع مستنبط تا برسه میشه. صلی الله علی محمد و آله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار،
ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين يا عقيلة بني هاشم که به بینام و نشان میمون دگر زینب نبود، بی امان دار الامان میمون دگر زینب نبود. گرچه دادن انبیا هر یک نشان از کربلا، کربلا هم بی نشان میمون دگر زینب نبود. کاروان مقدویت که از قدیر آغاز شد، بی امیر کاروان میموند اگر زینب نبود. خون سار الله رمزی را که در صحرا نوشت، تا ابد بی ترجمان میموند اگر زینب نبود. چه بانویی، چه زینبی، چه عقیلت العربی. زن مگو مرد آفرین روزگار، زن مگو بنت الجلال اخت الوقار، زن مگو دست خدا در آستین، زن مگو خاک درش نقش جبین. وقتی پشت خیمه شنید، وقتی پشت خیمه شنید حبیب ابن مظاهر داره از همه عهد میگیرد تا ما هستیم، تیغی به چهره بنی هاشم نخوره. وقتی دید همه دست ها رو داخل دستش گذاشتن، با اون بیعت کردن، اشکش سرازیر شد برای غربت ابی عبدالله. یه مرتبه دید آقا ابی عبدالله داره میاد، اشکش رو پاک کرد که یه لبخندی به چهره ابی عبدالله زد، فرمود خواهرم از اون لحظه ای که از مدینه خارج شدیم لبخند به چهره تو ندیده بود. یعنی حدود 6 ماه ندیده بودم خنده کنی. آقا ابی عبدالله همیشه منتظر بوده لبخند به چهره خواهر ببینه. امام زنده و مرده نداره، اون لحظه ای که آمد تو قتلگاه چه حالی داشته ابی عبدالله، خواهری ناموسی بین این همه نامر. یه نگاه به بدن پاره پاره ابی عبدالله، ای وای، خبری نیست از تو و کفنت، یوسف من کجاست پیراهنت. یادگاری ز جنگ حک شده است، مهری از زم است بر بدنه. حسین من استخوان‌های سینه تو شکست، شمر وقتی نشست روی استخوان‌های سینه تو شکن، مهرین استخوان‌های سینه تو شکست، شم وقتی نشست روی تنگ. خدا رحمت کنه محتشم کاشی رو، پس با زبان پرگلان بزعت و رسول
رو کرد در مدینه که یا ایها الرسول این کشته فتاده به همون حسین تو وین سید دست و وازده در خون حسین تو هذا حسین مرمل به دماء مقطع الاعضاء مسلوب العمامة والرداء اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها الله و زینب کبرا ما رو زینت اهل بیت قرار بده الله به ناله ها غمه ها غصه ها عشق ها الله به لحظات نشست نماز خوندن زینب کبرا امر فرج امام زمان برسان ما رو از اعوان و انصار و منتظران و پادر رکاب و مطیع امر و مستشهدین بین یدیه قرار بده مرجعیت شیعه خدمتگزاران مکتب آل الله خاصه مرجعیت حاضر در مجلس در پناه امام زمان حفظ و حراست بفرما بدخواهان شیعه و خابیان صهیونیست ها از سائه نابودیشون رو مقدر بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. بدین وسیله به اطلاع بینندگان محترم می‌رسانیم که موضوعات مطرح شده در سلسله جلسات علمی در شب‌های ماه مبارک رمضان توسط حضرت آیت الله العظمی سید صادق شیرازی صرفاً جنبه علمی دارد و در جهت نقد و بررسی مسائل فقهی می‌باشد، لذا نظرات مطرح شده به عنوان فتوا و دیدگاه ایشان تلقی نمی‌شود.